هم شاهد علوی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی به ما پیوسته تبدیل به معما شده شاهد این داستان قانی چه میدونیم و چه نمیدونیم بله فرداد عملا این شیوه اطلاع رسانی حکومت یا بیان دقیقتر شیوه اطلاع رسانی نکردنش و در ابهام نگه داشتن مسئله قانونی رو هم پیچیده کرده مواردی هم که رسانه های حکومتی یا نزدیک به حکومت مثل تسنیم یا فارس گزارش دادن متناسب با آنچه که قبلا ازشون دیدیم در واقع اعتمادی بر نمی انگیزن. در مسئله مرگ رئیسی تسنیم و فارس تا جایی پیش رفتن که گفتن هلیکوپتر جایی نشسته و اینها سوار اتومبیل شدن تو راهن یعنی اصلا قصه رو کامل جوی تعریف کردن که دیگه باید می پذیرفتی اینها به سلامت به زمین نشستن دارن میرسن یا گفتن تماس تلفنی باشون برقرار شده و خبری نیست در مورد مسئله تازه تر حسن نصرالله الله هم باز همین دو خبرگزاری خبره منتشر کردن که ایشون زنده است باشون صحبت شده جای امن نمیدونم محافظش گفته خواهرزادش گفته دوستانش گفتن و بعد دیدیم که اساسا همش دروغ بوده به این ترتیب نمیشه به این شیوه اطلاعاتی اعتماد کرد اما آیا این به معنای این هست که قانی حتما کشه شده قطعا نه این در واقع اون اون, اون که واقعا نمیدونیم دقیقا این چیزی هست که چه اتفاقی برای قانی افتاده یک سری البته طبیع گمانه و سناریو هست یکیش ای این هست که قانی همونطور که در بخش گزارش ها بود با توجه به اینکه اون کسی که جاسوس یا از جاسوسان اسرائیل در ایران هست باید ردش خیلی بالا باشه که اطلاعات بسیار در واقع ویژه ای داره که طبعا فقط افراد رده بالا دارن مثلا وقتی اومدن اون طور رو خالی کردن میدونستن در هر در کدوم گاو صندوق اسناد هست کدومو باز نکنن وقت نگذارن یا مسائلی مثل ترور فرماندهان ارشد در ایران یا جایی که اینا حضور داشتن به این ترتیب گمانه این مسأله شده که ممکنه ایشون جاسوس بوده باشه حالا یا این جاسوس الان یا متهم به جاسوسی برای اسرائیل به همراه یکی از دستیارش مثل احسان اونطور که در گزارش اومده و احیانا زیر بازجویی سپاه یا حفاظت سپاه باشن و تا این بازجویی تموم نشه طبیعتا اینها این رو آشکار نمی کنن. ببینن بعدا با چطور برخورد بکنن یا مثل مورد علیرضا عسکری در واقع سرلشکر رضا اسکری معاون سابق وزارت دفاع و رئیس سپاه لبنان در زمانی که حزب الله رو اساساً سازماندهی کردن ممکنه جاسوس بوده و الان فرار کرده یعنی الان در جای امنی هست با اون حالا اسرائیلی و هر سازمان اطلاعاتی دیگری و ایران فعلا نمیدونه چه شکلی با این برخورد بکنه عین همون رفتاری که در هفته های اولیه گم شدن در ترکیه می میشد یا ممکنه ایشون در واقع کشته شده باشه زیر آوار مونده باشه مثل نیل فروشان سردار عباس این فروشان که هنوز هم پیکرش پیدا نشده یا مثل هاشم صفیدین که هنوز نه اسرائیل نه حزب الله نمیتونن تایید بکنن این آدم مرده یا اون زیر جایی در اتاقکی محفوظ هنوز اکسیژن بهش بش بهش میرسه اینو نمیدونن یا اینکه اساسا ایشون کشته کشته شده یا زخمی شده و چون زخماش خیلی عمیقه در حال درمانش هستن نمیخوان جیر نشونش بدن یا حتی این گزینه که اساسا نمیدونن چی شده یعنی در بیروت بوده این تایید شده است که ایشون بیروت رفته اونجا بوده اما نمیدونن آیا کشته شده زخمی شده جایی مخفی شده یا حتی گزینه بسیار عجیبتر، و اما در جمهوری اسلامی در حال تجربه میگه عجیب نیست اینکه اساسا زنده است مگر یادمون نرفته که خامنه ای مدتی در انزار نبود گمان زنی های زیادی شد حتی برخی رسانه های بزرگ گزارش منتشر کردن و حکومت حاضر نبود تصویری یا صدای ازشون بده آمدانه فضا رو همینطور مبهم نگه داشت بعد خامنه اومد یک در واقع برنامه اجرا کرد به این ترتیب نمیشه گفت نمیدونیم دلیلش چیه هر کدوم از نمیتونه باشه و یا حتی اساسا حکومت میدونه کجاست و چیه اما الان شرایط مناسب برای اطلاع رسانی نمیدونه به این ترتیب واقعیت اینه که ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده اما همه این گزینهها به،, به تعبیری روی میز هست تا زمانی که اطلاعات دقیقتری داشته باشیم در هر حال هم حکومت به شکلی رفتار کرده که به اطلاع رسانی های نیمبندش طبیعتا مخاطبان مردم اعتمادی ندارد ممنونم شاهد علوی همکارم از استودیو ما در واشنگتن